پانوراما زنده از امام حسین تیوی در کربلا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به پیشگاه اقدس منجی عالم بشریت، مولا و امام زمان من حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، با برنامه پانورامای امشب در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امشب رشد فردگرایی و تضعیف روابط خانوادگی، علل، پیامدها و راهکارهای مقابله می باشد. امروز پدیده فردگرایی به عنوان یکی از معضلات اجتماعی جهان مدرن در حال گسترش است. این گسترش به انزوا و تأکید بر استقلال فردی در کنار فوائدی که در حوزه خودشناسی و رخ و رشد شخصی دارد، به تدریج به تضعیف روابط خانوادگی منجر شده است. خانواده به عنوان نهاد پایه‌ای جامعه همواره نقش مهمی در تربیت افراد و انتقال ارزش‌ها داشته است، اما با تغییر سبک زندگی و افزایش تأکید بر نیازهای فردی، انسجام خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفته و نتیجه آن کاهش روابط عاطفی، محبت و همدلی در درون خانواده‌هاست. قرآن کریم در آیه 21 از سوره روم می‌فرماید: و باز یکی از آیات و لطف او آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود. در این امر نیز برای مردم با فکرت ادله ای از علم و حکمت حق آشکار است. این فرمایش الهی بیانگر محبت و رحمتی است که خداوند برای تقویت پیوندهای خانوادگی در میان اعضای خانواده قرار داده است. در سیره 14 معصوم علیه السلام نیز تأکید بسیاری بر اهمیت خانواده و پیوندهای عاطفی آن وجود دارد. پیامبر اسلام می‌فرمایند: بهترین شما کسی است که با خانواده اش خوش رفتارتر باشد و من خوش رفتارترین شما با خانواده ام هستم. این حدیث نه تنها به جایگاه ویژه خانواده در اسلام اشاره دارد، بلکه نقش الگوی عملی پیامبر را در ترویج حسن خلق و صمیمیت در خانواده ها نشان می دهد. فردگرایی اگر به صورت افراطی ترویج شود، زمین ساز انزوا و ضعف پیوندهای خانوادگی خواهد شد. از این رو ضرورت دارد که با بررسی علل و پیامدهای این معضل اجتماعی، راهکارهای مؤثر برای تقویت روابط خانوادگی ارائه شود. کارشناسان محترم در این برنامه به تحلیل دقیق این مسئله و ارائه راهکارهای مبتنی بر آموزه‌های دینی و علمی خواهند پرداخت. بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، امشب میزبان دو شخصیت برجسته علمی هستیم. مهمانان امشب برنامه پانوراما جناب آقای شیخ محمد تقی زاکری، مشاور سازمان‌های حقوقی شیعه و کارشناس و مشاور خانواده، همینجا در استدیوی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا، و دکتر مهدی نوربخش، استاد دانشگاه هاریسبورگ، تحلیلگر و فعال سیاسی اجتماعی از پنسیلوانیا هستند. با ما بمانید تا با هم این گفتگو را پی بگیرید. مهمانان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. جناب حاجی زاکری، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. سلام، خیلی متشکرم، ممنون از محبت شما. جناب آقای دکتر نوربخش، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
من سلام خدمت شما دارم با جناب زاکری، در خدمتون هستم. خیلی ممنونم از لطف شما. اگر اجازه بفرمایید پرسش اول از جناب حاجی زاکری آغاز بکنم. جناب حاجی زاکری، فردگرایی در آموزه‌های دینی چگونه تعریف شده است؟ آیا فردگرایی مذموم است و چه تأثیری بر بنیاد خانواده و جامعه دارد؟ فردگرایی از نظر قرآن کریم و روایات اهل بیت بر دو قسمت تقسیم شده، اما با یک ملاک. ملاک قرآن و عترته، اما تفسیرها و بیانهایی که شده این است که از نظر اسلام فرد پرستی در غیر از معصومین مورد مذمت قرار گرفته، الا چند تا زیر مجموعه گذاشته شده که پیداست منظور از اون زیر مجموعه ها پرستیدن نیست، منظور احترامه. مانند مجالست با علما، اندیشمندان، حالا چه دانشگاهی باشن، چه حوزوی باشن، چه افراد پخته جامعه باشن، یا اینکه فرض بکنید که احترام به پدر و مادر یا احترام بزرگتر و کوچکتر، اینا در خانه احترام میاد، در خانه فرد پرستی نمیاد. از نظر شرع، آیات شریفه ای که ما نگاه میکنیم، فرد پرستی به عنوان الگو گرفتن در زندگی فقط 14 معصومه. در غیر از 14 معصوم کاملا مذموم شده. فرمایش امیرالمؤمنان داره، حضرت میفرماد ببینید چه میگوید، نبینید که میگوید. یعنی از این قبیل ما روایات متعددی داریم که قرآن کریم هم داره، یستمعون القول و یتبعون احسنه. یعنی ملاک گفتار افراده، ملاک عقل افراده، اونم عقلی که یهدی الالله، یعنی عقلی که نور یقذفه الله فی قلب من یشائه، و الا عقلی که بر اثر مطالعه و اینا به دست بیاد ممکنه راه خوبی رو پیش بگیره، ممکنه راه خوبی رو پیش نگیره. ولی به شکل عام، به شکل عام در غیر از 14 معصوم فرد پرستی ممنوع از نظر شریعت. بسیار متشکرم جناب حاجی زاکری. جناب آقای دکتر نوربخش، آیا شبکه‌های اجتماعی واقعا در رشد فردگرایی و تضعیف خانواده نقش مؤثری دارند؟ نظر شما در این رابطه چیست؟ من اگه اجازه بدید یه مقدمه خیلی مختصر خدمتون بگم، فکر کنم به بحث کمک میکنه. فرهنگ فردگرایی فرهنگی هست که شما وقتی که به جامعه غربی نگاه میکنید، اونم نه همشون، به عنوان مثال آمریکا یک جامعه فردگراست. فردگرا به تعبیر این که موفقیت های شخصی درون این جامعه براش احترام بسیار بسیار زیادی قائل میشن. البته ما به کشورهای اروپایی که برمیگردیم، حالا کشور اسپانیا، کشور ایتالیا، اینها فرهنگشون، فرهنگ اصولا فردگرا به تعبیری که ما در مورد آمریکا میگیم یا آلمان میگیم یا انگلیس میگیم، اینها یه مقداری فرق میکنه. میاد در مقابل فرهنگ فردگرا، ما یک فرهنگ اشتراکی داریم یا کلکتیویزم، که اینم پدیده‌ای هست که خوب در حقیقت بهش اشاره بشه. فرهنگ‌هایی که بیشتر از آسیا میان، اینها فرهنگ‌های اشتراکی هستن، یعنی درون خانواده و هر بار کسانی که بزرگتر هستن یا اصولاً محور خانواده در این خونه‌ها خیلی خیلی در این فرهنگ خیلی تقدس داره. تقدس به تعبیر این که حالا افرادی که سالمندتر هستن، افرادی که درون این خانواده ها صاحب به هر بار فکر و عقیده ای هستن بهشون احترام گذاشته میشه. دو تا پدیده دیگه بهش توجه بکنیم که در زیر دولت های استبدادی اصولا به خاطر فشارهای اجتماعی فرهنگ فردی روش میکنه. فرهنگ فردی به این تعبیر که مردم به خودشون برمیگردن و متاسفانه میکنن که درون جامعه استبداد داره تمام ریشه های در حقیقت اشتراک درون جامعه، حالا در سیاست یا جاهای دیگه
میزنه. و خب پدیده سومی هم اگه به این اضافه بکنیم، یعنی پدیده دومی رو اگه سعی بکنیم که بهش رجوع بکنیم، فقره. فقر وقتی که درون یک جامعه خصوصا در زیر دولت‌های استبدادی شکل میگیره، وقتی که مردم فکر جامعه نیستن، این هستن که خانواده خودشون رو کوشش بکنن که حداقل افراد خاصی رو بهشون برسن، اینه که در مزن استبداد حرفای زیادی زده شده که یک دونش هم هم انسان ها از فکر جامعه و از فکر یک فرهنگی که به فکر همدیگر باشن، استبداد این فرهنگ رو مردم میگیره، هر آنچه که فرهنگ غالب درون جامعه چیز دیگه ای باشه. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر نوربخش. جناب آقای زاکری، اسلام علوی چه راهکارهایی برای تقویت پیوندهای خانوادگی و مقابله با فردگرایی ارائه می‌دهد؟ در بحث روایات و اون چرا که مربوط به خانواده هست، یک خودنگری خودگرا بودن و یک دگرگرا بودنه. یعنی گاهی انسان در آینه نگاه میکنه و گاهی در شیشه شفاف روشن نگاه میکنه. اینها دو تا تصویر نشون میدن. در این شیشه های معمولی شما دیگری را میبینی، در آینه خودت را میبینی. در بحث مسائل پرورشی و ریشه یابی های مشکلات خانواده و جامعه، ما نگاه میکنیم که اون کسی که میخواد سعادتمند باشه باید در فکر دیگری باشه، دیگری رو سعادتمند بکنه تا اثر وضعی سعادت او بر من منتقل بشه. این روش معمولا بیشتر جواب میده تا اینکه انسان بخواد فقط خودگرا باشه. خودگرایی مذمومه، یعنی من ندیدم مگر در این جهت که انسان خودش را بخواد رشد بده، که اون دیگه به خودگرا بش نمیگن. این مسیر ترقیه و بسیار خوبه که انسان خودش زحمت بکشه، اما اگر بخواد همه امور را برای خودش نگاه بکنه، این بسیار مورد مذمت قرار گرفته. باید دیگری را، ولذا خداوند انسان را آفرید و از نوع جنس خود این انسان یک موجود دیگری با تمام تفاوت‌های زیاد. یعنی میتونیم ادعا بکنیم که هرگز، اقلا من پیدا نکردم، هرگز هیچ مردی زن را درک نمی‌کنه و هیچ زنی، هیچ خانمی هم مرد را درک نمی‌کنه، الا اینکه اینها نقاط مشترکی پیدا می‌کنن، بر اساس اون نقاط مشترک با همدیگه زندگی می‌کنن. ولی قدر متیقن این است که اگر مرد فقط در فکر خودش باشه، شوهر، برادر، پسر، فرقی نمی‌کنه، در هر قالبی که باشه، فقط در فکر خودش باشه، هم دیگری را ضایع می‌کنه و هم خودش را ضایع می‌کنه، چون ضایع کردن خودش هم بر اساس این است که دیگری رو ضایع کرده. و این مسئله مهمیه در امور پرورشی و تربیتی. حاج آقا، برای افراد فردگرا چه توصیه هایی داریم، هم نسبت به اطرافیانشون هم خودشون، که بتونن از این ورطه نجات پیدا بکنن؟ یک سری روایات داریم. من خودم شخصا یک عقیده دارم که اگر یک کلامی را، حالا چه مضمونش چه عین کلامش را، بیشتر از یک امام بگه، دلیل بر اهمیت اونه. این روایتی که میخوام عرض بکنم، این دست روایات شاید بیشتر از 10 معصوم نقلش کرده و اون محاسبه نفسه. من در دیگران باید خوبی هاشون را ببینم، ولذا روایت داره که مرد وظیفه داره که به همسرش بگه دوست دارم و زیبایی های همسرش رو به رخش بکشه. تو خوشگلی، تو زیبایی، این لباست، این لوازم آرایشت، این موی سرت، فلان. اما در مورد خودش روایات زیاد داریم. عرض کردم بیشتر از 10 امام تا اونجایی که 10 معصوم تا اونجایی که یادم هست. حاسبو انفسکم، یعنی بشینید منفی های خودتون را ببینید و بعد میفرماد وزنوها، یعنی ارزشیابی هم بکنید، فقط محاسبه نی، یعنی فقط عدد نیست، وزنم هست، ارزشم هست. شما میدونید یک ساکی رو که میخواید با خودتون ببرید توی هواپیما، یک مسئله حجمه
و یک مسئله وزنه، یعنی باید وزنش اینقدر باشه یا بیشتر نباشه و حجمش هم اینقدر سانتی متر یا اینج بیشتر نباشه. روایت داره حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی به حساب وضع خودتون را، اون منفی های خودتون را چک بکنید قبل از آنی که دیگری منفی های شما را چک بکنه. بعد ارزشیابی بکنید قبل از آنی که دیگری منفی های شما را ارزشیابی بکنه، که به نظر من این دسته از روایات جنبه های منفی خودم را بیشتر برای من منظور داره تا جنبه های مثبت من، چون طبیعت آدمی نگاه میکنه به جنبه های مثبت خودش، منفی خودش رو نگاه نمیکنه. ولذا این دسته روایات به نظر میاد که این تیکه رو میخواد بهش گوش زد بکنه که تو در عین حال اینکه بسیار فرد خوبی هستی و خودت هم باور داری، اما یک منفی هایی داری که باید اونها را بهش رسیدگی بکنی. بسیار سپاسگزارم از لطف شما. خب جناب آقای دکتر نوربخش، چه عواملی در جوامع مدرن به افزایش فردگرایی منجر شده اند و تضعیف روابط خانوادگی چه پیامدهای اجتماعی و روانی به دنبال دارد؟ ببینید، در کشورهای غربی، خصوصا کشورهایی که زیاد روی موفقیت‌های فردی تکیه میشه نه گروهی، البته یک تضادی درون این کشورها هست که وقتی که به روابط اقتصادی درون جامعه میرسه یا پیشرفت‌های گونه بر فرد تکیه میکنه، اما وقتی که به دموکراسی میرسه و پدیده‌های از این قبیل بر جمع تکیه میکنه. شما میدونید که به هر بار محافظت از دموکراسی یک پدیده جمعیه، یعنی افراد هر آنچه هم که قدرتمند باشند درون جامعه هست که اینها میتونن که به هر بار نظم خودشون رو پاک بکنن، تصویه بکنن، از دموکراسی حمایت بکنن، اجازه ندن که استبدادی درون جامعه شکل بگیره، اجازه ندن که استبداد نهادهای اجتماعی رو پایمال بکنه. این پدیده بسیار بسیار مهمی هست. ما در باورهای دینی خودمون جمله بسیار معروفی داریم که این خیلی به نظر من به لحاظ اجتماعی مهمه، ید الله مع الجماعه، یعنی دست خداوند بزرگ با جماعته و جماعت هست که به هر بار مسئولیت اجتماعی داره، جماعت هست که به فکر اجتماع، جماعت هست که به فکر خانواده است. و این پدیده بسیار مهمه در کشورهایی که شما اختلاف طبقاتی رو زیاد می‌بینید. حالا اصلا بگذاریم از این که این فرهنگ چه فرهنگی هست، شما میبینید که دسترسی به تعلیم و تربیت کمتر میشه، خصوصا وقتی که فقر درون او بیاد، دسترسی به بهداشت کمتر میشه، دسترسی در تعیین سرنوشت در حقیقت کمتر میشه و اینها همشون در حقیقت میشه گفت که به اضمحلال نهاد جامعه، نهاد جمعی جامعه کمک میکنند و میتونه نهاد در حقیقت خانواده هم اثرگذار باشد، که اولین نهاد درون هر کشوری نهاد خانواده است. یعنی اگه ما بتونیم درون خانوادهمون مدل هایی باشیم که بچه‌هامون رو پرورش بدیم به این تعبیر که به فکر دیگران درون جامعه باشن و این فکر رو بکنن که اگه وضع بهتران به بقیه، اگه خیر عمومی درون جامعه تشویق و ترویج بشه، وقت در سایه او شما خیرم خودتون خواهید دید، حالا در بخش‌های اقتصادی و در بخش‌های دیگه. لذا این پدیده به نظر من پدیده بسیار مهمی هست و من همیشه این رو تکرار کردم، این جمله بسیار بسیار معروفی ید الله مع الجماعه، که این هر بار یادمون نره که بهبودی یک جامعه در اینه که همه افرادی که در اون جامعه هستن نسبت به سرنوشتش حساس باشن، نسبت به سهم و حقوق بقیه حساس باشن، احترام بگذارن برای عقاید بقیه و اجازه ندن که استبداد در اون جامعه شکل بگیره، به خاطر که استبداد ریشه بسیاری از چیزها رو در اون جامعه میزنه و میخشکونه. آقای دکتر نوربخش، چرا در کشورهای غربی علارغم امکانات فراوانی که وجود داره باز هم شاهد
فردگرایی هستیم؟ گفتم به خاطری که در این جوامع، مثلا حالا من مثال آمریکا رو براتون میزنم که در این جامعه زندگی کردم، آمریکا جامعه ای هست که بسیار بر پیشرفت‌های فردی برای اونها بسیار در حقیقت احترام قائله. خب حالا این تحدی خوبه، تحدی خوبه به این تعبیر که به هر بار من اگه حاضر نباشم که در زمینه مسائل فردی خودم درون جامعه پیشرفت بکنم، خب کسی دیگه مسئول نیست. این تا این حدش بسیار خوبه. کار دولت هم اینه که زمینه رو آماده بکنن که حداقل این یکی از شاید بشه گفت معیارهای دموکراسیه که مردم به طور فر، به طور عادلانه به منابع اجتماعی دسترسی پیدا بکنن. تا اینجاش بحث بدی نیست، اما وقتی که پاش رو فراتر میگذاره و انسانها رو میکشه درون، در حقیقت میشه گفت که به فکر خودشون میفتن و جامعه رو فراموش میکنن، و این پدیده دیگه است. شما میدونید که یکی از معضل هایی که در حال حاضر دنیای غرب داره راست افراطی، محافظه‌کار افراطی. محافظه‌کار افراطی یکی از کارهای اولیه ای که میکنه با تمام تحقیقاتی که بیرامون مهاجرین شده، اما به خاطر باورهای نادرست خودش میخواد که جلوگیری بکنه از مهاجرین، میخواد جلوگیری بکنه از دولت قانونی، که این دولت قانونی کوشش بکنه که به همه افراد جامعه به طور یکسان یا منابع رو تقسیم بکنه. اینه که ما امروز با این معضل متاسفانه به عنوان به شکل یک ایدئولوژی هم روبرو شدیم که پدیده بسیار بسیار خطرناکه برای دنیای مدرن امروز ما. بله، خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر نوربخش. دو سوال داریم از مهمانان محترم، تقاضا میکنم چون فرصت برنامه رو به پایان هست، بزرگواری بفرمایید کوتاه پاسخ بفرمایید. ببینم فرصت برای جناب زاکری هم رو به تمام، حالا یه انسان بزرگ ما تسلیمی، فرصت رو ما تسلیمی، ما دکتر میتونید بگیرید، اما جناب زاکری که نباید به این راحتی فرصت میگن ما تسلیمی. خلاصه حقتون رو اول بگیرید، ما در خدمتیم. خواهش می‌کنم. خب جناب آقای زاکری در خدمتتون هستیم. جناب آقای زاکری، چگونه میتوان آموزه‌های دینی را در پاسخ به چالش‌های مدرن مانند فردگرایی به کار برد؟ من شاید بگم بیشتر عمرم را در دفتر آقای شیرازی گذروندم و از مرحوم آقای محمد شیرازی، اون مرجع اعلم و عالی قدر زمان خودش، آنچه را که از ایشون، و من با دیگر علما هم زیاد محشور بودم، آنچه را که یاد گرفتم اینه که مرحوم آقای شیرازی و الان عموم خاندان شیرازی این مطلب رو دارن، و اون اینه که با خانواده خودشون مرتب جلسات میکنن. قرآن کریم داره قو انفسکم و اهلیکم نارا، بعد روایات زیاد کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. چرا خداوند این موجود زیبا و خوش اندام و خوش قابلیت را میاد در دامن یک مردی قرار میده که احساساتش خیلی کمتر از طرف دیگره؟ مثلا در روایاتی که راجع به خلقت حوا هست، من گاهی وقتی مثلا اینجوری میارم، یه مقدار رفقا به من اشکالم میگیره، حقم دارن. روایت داره خداوند وقتی که حوا را آفرید تو بغل آدم قرارش داد، یعنی آدم جنس مذکر که جنبه عاطفیش کمتره بهش این مسئولیت رو داده که تو باید از این جنس پر احساس نگهداری بکنی، باید مواظب باشی این جنس پر احساس مبادا گرفتار وضع خودش بشه. لذا مسئولیت زیاده. بلکه روایت داره، پیغمبر اکرم در روایت داره فرمودن که من اتخذ زوجتن فلیصنعها، یعنی اگر کسی همسری انتخاب کرد، که این در مشترکات شامل زن و مرد هر دو میشه چون ما قانون مشترکات داریم، روایت اینو میفرماد که هر کسی ازدواجی میکنه، همسری انتخاب میکنه، باید او را بسازه. این بسازه نه یعنی اینکه اون نقصی داره، نه،
به معنای این که حد اکثر بالا بردن این مقام را، حد اکثر قابلیت های این مقام را باید براش به وجود بیاری. این صناعت، صناعت رشد قابلیت هاست. پس بنابراین جلسات زیاد با اعضای خانواده، داستان بیان کردن برای اعضای خانواده، گزارش دادن این که امروز کیا اومدن پیش من، کیا رفتن، من چی گفتم، چی اونا گفتن، اینها رشد میده به همسر و رشد میده به اعضای خانواده. اضافه بر همه اینها بوی صمیمیت رو اینجا گسترش میده که افراد خوی پدر را میگیرن و بر اساس این رشد میکنن و پرورش پیدا میکنن. البته دنیای مدر خیلی فرصت این کارها رو، چرا، باور کنید اگر ارزش ها رو بفهمن اونها هم دارن. اینجور شما از شرق اوسط به غرب نگاه نکنید، برید تو غرب ببینید در غرب چقدره. درست. این گسستگی که ما از اینجا بهش نگاه میکنیم اونقدر نی. متشکرم. خب جناب آقای دکتر نوربخش، چه اقداماتی؟ من باید موافق باشم با جناب زاکری. خب الحمدلله. یکی از مسائلی که در دنیای غرب خیلی خیلی بیش توجه میشه میز شامه. بله. یعنی تمام بحثا اینه که خانواده کاری بکنن در طول روز که همه مشغولن، اما کاری بکنن وقتی که با هم غذا میخورن، صحبت بکنن با هم. از صحبت جناب زاکری کاملا درسته، در بسیاری از خانواده هایی که این پدیده براشون مهمه این کار صورت میگیره. شرمنده شما گفتم که حرف جناب زاکری رو تکمیل بکنم. ممنونم، متشکرم. بله بله، اتفاقا فرمایشی رو که آغاز کردید جناب آقای دکتر نوربخش پرسش من هم بود، چه اقداماتی میتوان برای مقابله با رشد فردگرایی و تقویت انسجام خانواده انجام داد؟ ولی من یه مقداری فراتر میرم. من اصولا در رشته خودم که روابط بین الملل و سیاست تطبیقی هست، بر این باور نیستم که اخلاق در سیاست راهی نداره یا جایی نداره. من اصولا بر این باور نیستم. اگه شما به عنوان مثال به مرحوم مهندس بازرگان نگاه بکنید، یا همین خانواده جنابان شیرازی که براشون چقدر مهمه نقش مردم در اون جامعه و اخلاق در حقیقت اجتماعی، من اصولا بر این باور هستم که ما در اون جامعه اینه که اخلاق رو، اخلاق اجتماعی رو رد. اخلاقم به این تعبیر که به حقوق بقیه احترام بگذاریم، اخلاق به تعبیر این که درد بقیه در اون جامعه درد ما باشه، اخلاق به تعبیر این که نهایت کوشش رو بکنیم اون جامعه فقر زدایی بکنیم، اونم به تعبیر این که وقتی که شما فقر زدایی میکنید، وقت دسترسی که در اون جامعه به منابع مختلف اجتماعی هست، این امکان رو به همه میده که همسان رو کنن و این پدیده بسیار بسیار مهمی هست. اینه که من حالا به خاطر که کارم در این حیطه هست، یکی از کارهایی که دولت‌های استبدادی اینه که اخلاق اجتماعی رو پایمال میکنن و متاسفانه این پایمال کردن اخلاق اجتماعی به استهلال نهادهای اجتماعی میپیونده و نهایتا نتیجه خوبی برای نخواهد. خب بسیار سپاسگزارم از مهمانان محترم جناب آقای شیخ محمد تقی زاکری مشاور سازمان های حقوقی شیعه که همینجا در استودیوی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا همراه ما بودند، و جناب آقای دکتر مهدی نوربخش استاد دانشگاه هاریسبرگ تحلیلگر و فعال سیاسی اجتماعی از پنسیلوانیا. از شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هم که تا این ساعت با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.